دکتر نفیسه هاشمی، جراح و متخصص چشم با فوق تخصص در تشخیص و درمان بیماری‌های عصب چشم، مطب فوق تخصصی خود را در شهر انسینو افتتاح کرده است. در هاشمی آیکر ما با پیشرفته‌ترین تکنولوژی تشخیصی و درمانی آماده پذیرایی از شما هستیم. در هاشمی آیکر انواع بیمه‌های درمانی مدیکر، مدیکال، پی پی او و اچ ام او پذیرفته می‌شود. 818-387-6565. نظارگر برنامه متخصصین هستید بینندگان عزیز و مهمان بسیار عزیزی داریم، خانم دکتر نفیسه هاشمی، جراح و متخصص چشم که عضو آکادمی چشم پزشکان آمریکا هستند و انجمن نورافتالمولوژی آمریکا. خانم دکتر نفیسه هاشمی فارغ التحصیل دانشگاه تگزاس هستند و دارای فوق تخصصی منحصر به فرد در زمینه بیماری‌های عصب چشم و ایشون تنها نورافتالمولوژیست فارسی زبان هستند که در کالیفرنیا به این امر و به این کار در واقع مبادرت می‌ورزند. مطب فوق تخصصی خودشون رو با نام هاشمی آیکر افتتاح کردند که به آخرین تکنولوژی مجهز است در زمینه تشخیص و درمان. با شماره 818-387-6565 و وبسایت hashemiicare.com آدرس رو خدمتتون یادآور میشم، میتونید به 53 بر با بولوار مراجعه کنید، سویت 110. قطعه رو تقدیمتون میکنیم، در خدمت خانم دکتر نفیسه هاشمی خواهم بود تا در خصوص موارد چشم پزشکی ما رو آگاه کنند. دکتر نفیسه هاشمی، جراح و متخصص چشم با فوق تخصص در تشخیص و درمان بیماری‌های عصب چشم، مطب فوق تخصصی خود را در شهر انسینو افتتاح کرده است. در هاشمی آیکر ما با پیشرفته‌ترین تکنولوژی تشخیصی و درمانی آماده پذیرایی از شما هستیم. در هاشمی آیکر انواع بیمه‌های درمانی مدیکر، مدیکال، پی پی او و اچ ام او پذیرفته می‌شود. 818-387-6565. با درود خدمت شما بینندگان عزیز، بله نظارگر برنامه متخصصین هستید و مهمان عزیز برنامه حضور دارن خانم دکتر نفیسه هاشمی تا از موارد مختلف چشم پزشکی ما را آگاه بکنن. خیلی مقدم میگم خدمت شما دکتر، بسیار خوش آمدید و سپاسگزار از حضورتون. خیلی متشکرم. متشکر. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز برنامه و شما تناز عزیز. خوشحالم که برنامه دیگری رو در خدمتون داشته باشیم در مورد معضلات چشم پزشکی. بسیار متشکر. خب ما در برنامه پیشین به بینندگان عزیزمون وعده داده بودیم که در مورد فشار چشم صحبت کنیم و موارد مربوط به آب سیاه و گلاکوما که خب خیلی هم کامن و شایع هست، که سپاسگزار میشید بینندگان عزیز ما رو آگاه کنید. بله خواهش میکنم. بیماری گلاکوما یا آب سیاه شایع‌ترین بیماری هست که میتونه باعث نابینایی بشه در افراد بالای 40 سال و این بیماری در سراسر دنیا نمبر 1 هست برای ایجاد معضلات چشمی. البته خوشبختانه در کشورهای در حال پیشرفته به موقع گلاکوما تشخیص داده میشه، درمان میشه و هیچ فردی به خاطر این بیماری نباید دیدش رو از دست بده، به خاطر اینکه در حال حاضر امکانات بسیار خوبی رو ما داریم، انواع اقسام قطره‌های چشمی که فشار رو کنترل کنیم، لیزر و انواع اقسام جراحی‌های گلاکوما که ما میتونیم بیماری رو تحت کنترل قرار بدیم. و به هر حال با وجود اینکه گلاکوما و یا آب سیاه در زمان قدیم برابر بود با کوری، ولی در حال حاضر ما میتونیم واقعا خوب بیماری رو کنترل بکنیم. و اما سوال پیش میاد دکتر هاشمی عزیز که گلاکوما یا فشار چشم که به هر حال موجب میشه، این چطور به صورت اولیه خودش رو نشون میده و علائم اولیه گلاکوما چی میتونه باشه؟ متاسفانه گلاکوما، شاید نوع گلاکوما که نوع زاویه باز هست، هیچ علامتی نداره. برای همینه که لازم هستش که معاینات روتین انجام بشه تا اینکه ما این بیماری رو بتونیم تشخیص بدیم و به موقع درمان کنیم. تمام افراد وقتی که به سن 40 سال میرسن باید یک معاینه کامل چشمی از نظر بررسی گلاکوما داشته باشن، که این معاینه فقط شامل اندازه‌گیری فشار نمیشه، بلکه شامل اندازه‌گیری ضخامت قرنیه چشم، فشار چشم، اندازه‌گیری دید محیطی
و بررسی ضخامت عصب بینایی هست. و یادتون باشه که برخلاف اینکه در زمان قدیم ما وقتی که راجع به آبسیا صحبت میکردیم همش راجع به فشار صحبت میکردیم، ولی فشار به تنهایی عاملی نیستش که ما بتونیم روش در واقع مانور بدیم و بگیم حالا فشار بالا هست آبسیا، فشار پایین آبسیا نیست، به دلیل اینکه الان ما میدونیم که یک مولتی فاکتوریاله، یعنی اینکه همه اینها با همدیگه هستش که اون تابلو و تظاهرات چشمی گلاکوما و یا آبسیا رو در بر میگیرن. کسانی که ضخامت قرنیهشون خوب هست حتی اگر فشار به ظاهر بالایی داشته باشن باز هم سیف هستن. فشار نرمال رو ما حدوداً میگیم 10 تا 21، ولی یادتون باشه اگر فردی ضخامت قرنیش خیلی کلفت باشه، مثلا 670 باشه، حتی فشار 21 و 22 هم میتونه براش کاملا نرمال باشه. ولی کسی که ضخامت قرنیش کم باشه، مثلا باشه 450 470، حتی فشار 12 براش زیاده. برای همین این دوتا رو ما باید با همدیگه داشته باشیم تا بگیم که آیا فشار خوب هست یا فشار بالا هست. مسئله دیگه این هست که اون فرد ضخامت عصبش چطور هست، و اگر کسی باشه که ضخامت عصبش خیلی خوب باشه و در واقع اون ذخیره عصبی خوبی داشته باشه کمتر در مرز خطر هست در مقایسه با کسی که با یک عصب کوچک و نازک متولد شده و کاپ و یا اون سوراخ وسط عصبش بزرگ هست. به هر حال همه اینها رو ما باید کنار هم بگذاریم تا بگیم که فرد گلاکوما داره یا نداره. و وقتی که تشخیص گلاکوما گذاشته شد ما این افراد رو باید تا آخر عمرشون فالو کنیم، به خاطر اینکه این بیماری درمان داره ولی علاج نداره. به این معنی که ما وقتی که با داروهای فشار، لیزر و یا جراحی مریض رو کنترل بکنیم، این بیماری رو ما میتونیم تحت کنترل قرار بدیم، ولی بلافاصله که رها بکنیم دوباره بیماری سر جاش هست و میتونه منجر به نابینایی بشه. و دلیل این که گفتیم که این بیماری سایلنت هست و خودش رو نشون نمیده اینه که کسایی که گلاکوما دارن دید محیطیشون یواش یواش از بین میره و ممکنه که اصلا متوجهش نباشن تا وقتی که برسه به قسمت مرکزی. و وقتی که دید مرکزی از بین بره معنیش اینه که گلاکوما به حدی پیشرفت کرده که ما اگر اون موقع شروع به درمان بکنیم دیگه اون قسمتی که از بین رفته بر نمیگرده، فقط ما میتونیم اون یک ذره بینایی که مونده رو حفظ بکنیم. و دست very late خیلی مرحله پیشرفته هستش که دیگه کار بیشتری برای بیمار به اون صورت نمیشه انجام داد و دید از دست رفته بر نمیگرده. در واقع نوشدارو پس از مرگ صحبت بله. میتونه در واقع باشه چون بله. فایده چندانی نخواهد کرد. یادآوری میکنم که میتونید به هاشمی آیکر مراجعه بکنید با شماره 818-387-6565. بسیاری از بیماها رو پذیرا هستن و خانم دکتر نفیسه هاشمی جراح و چشم پزشک هستن با فوق تخصصی منحصر به فرد در بیماری های عصب چشم. بینندگان عزیز، در خصوص گلاکوما و فشار چشم اشاره کردید که نرسان بهش میشه باعث کوری بشه، و غیر از اون چه عوارض دیگه ای رو ما میتونیم شاهد باشیم دکتر، و اگر بهش زود رسیده بشه واقعا چقدر میتونه کمک رسان باشه؟ بله، همونجور که گفتم خدمتون این بیماری یک بیماری بسیار بسیار مزمن و آهسته پیش رونده هستش. اگر بیماران گلاکومایی به موقع تشخیص داده بشن و بیماریشون تحت کنترل قرار بگیره میتونن دید بسیار خوبی رو تا آخر عمر حفظ بکنن، و در غیر اون صورت میگم تا مراحل خیلی پیشرفته ممکنه هیچ علامتی نداشته باشن، درد نداشته باشن و متوجه کاهش دیدشون نشن، ولی به تدریج دید محیطی رو از دست میدن. تغییرات دیگه‌ای که حاصل میشه این هستش که رنگ‌ها رو خیلی خوب نمیتونن از هم تمایز بدن، چیزی که ما بهش میگیم contrast sensitivity
در اینها کاهش پیدا میکنه. معنیش اینه که مثلا اگر که یه نوشته رو به رنگ گری یا توسی باشه در پشت زمینه سفید رو ممکنه خوب نتونن تشخیص بدن، حتما باید رنگ‌ها تضاد خیلی زیادی داشته باشه که بتونن اینها رو تشخیص بدن و کم کم خودشون متوجه این میشن که دید خوبی ندارن، در رانندگی دچار مشکل میشن. بعضی از این افراد حتی بعد از اینکه تصادف رانندگی دارن متوجه میشن که نمیتونن پهلو رو ببینن و تا قبل از اون هیچ عاملی نبوده که بخوان چک کنن دید محیطشون رو. برای این هستش که حتما باید هر فردی در سن 40 سال اگر سابقه فامیلی نداره و اگر سابقه خانوادگی گلاکوما یا آبسیا در پدر و مادر، خواهر برادر وجود داره، در سن زودتر 30 یا 35 سال حد اکثر باید برای بررسی گلاکوما مراجعه بکنن و تمامی معاینات رو ما باید انجام بدیم تا اینکه بتونیم بگیم که شما آبسیا دارید و یا ندارید. بسیار ممنون. یادآوری میکنم که خانم دکتر نفیسه هاشمی بینندگان عزیز دارای فوق تخصصی منحصر به فرد در زمینه عصب چشم و بیماری‌های مربوط به اون هستن، جراح و متخصص چشم، که میتونید با هاشمی آیکر با شماره 818-387-6565 تماس بگیرید. در ارتباط با فشار چشم و گلاکوما صحبت کردید و در ابتدای برنامه در مورد زاویه باز گلاکوما صحبت شد و این نشانگر این هست که گلاکوما دارای تنوع هست. بله. و بفرمایید که چه انواع دیگری از گلاکوما وجود داره؟ بله، همونجوری که صحبت کردیم شایع ترین نوع زاویه باز هست، ولی انواع دیگری هم وجود داره. مثلا نوع زاویه بسته گلاکوما که شیوع کمتری داره و خودش رو با درد نشون میده، به این صورت که معمولا در داستانی که مریض‌ها میگن رفتیم سینما، برگشتیم چشم درد گرفتیم، سر درد گرفتیم، بالا آوردیم و به این ترتیب شد که بیماریمون تشخیص داده شد. دلیلش این هستش که اینها اون زاویه چشم، یعنی اون انحنایی که بین قرنیه و عنبیه چشم هستش، ما بهش میگیم زاویه، اون به صورت مادرزادی زاویه تنگ هستش. یعنی اینکه ممکنه حتی یه نفر چشم درشتی داشته باشه، ولی قسمت‌های داخل چشمی ممکنه تنگ باشه و اون زاویه هستش که قسمتیه که مایع داخل چشم رو از چشم خارج میکنه و اگر که تنگ باشه تحت شرایط خاص ممکنه دیگه نتونه مایع رو خارج کنه. مثلا اگر فرد در تاریکی برای مدت طولانی قرار بگیره، مردمک چشم باز میشه و این مردمک که میره کنار، زاویه‌ای که تنگ بوده حالا بسته میشه. یا اینکه گاهن اینها به دلیل سرماخوردگی بعضی داروها رو استفاده میکنن که توی شربت‌های سرماخوردگی، شربت‌های سرفه هستش که این آنتی هیستامین ها میان مردمک چشم رو ذره بازتر میکنن و در نتیجه اون زاویه‌ای که قبلا تنگ بوده حالا مردمک باز جمع میشه، بسته میشه و فشار به طور ناگهانی میره بالا که با سردرد مراجعه میکنن، با چشم درد مراجعه میکنن. گاهن اینها وقتی که به چشم درد اطلاع نمی کنن، بعد تبدیل به سردرد میشه. بعد اینها وقتی که میرن به اورژانس مراجعه میکنن، چون داستانشون رو خیلی خوب نمیتونن بگن که از چشم شروع شد، دکترای اورژانس ممکنه فکر کنن که این فرد خونریزی داخل مغزی کرده، سی تی اسکن میکنن، تا صبح میمونن تو اورژانس، بهشون مورفین میذارن، مرخصشون میکنن و بعد مریض تازه حالش که بهتر میشه میگه چرا چشم نمیبینه و اون موقع به چشم پزشک مراجعه میکنن و ما تشخیص میدیم که یک حمله حاد گلاکوما بوده که it's too late. اگر که فشار چشم مدت طولانی بالا باشه و درمان نشه، میتونه حتی منجر به نابینایی بشه. خب دکتر، اینطور که اشاره کردید به دلیل تنوع گلاکوما باز و بسته بودنش، مطمئناً نحوه درمان و راه‌های درمانی هم میتونه متفاوت باشه. بله. و همه رو به یک جور نباید درمان کرد. بله. این مقدار در این زمینه هم برای بینندگان عزیز حتما ما توضیح بدید. بله، درمان گلاکوم زاویه باز و بسته کاملا با همدیگه فرق داره. در موردی که فردی با حمله حاد گلاکوما مراجعه میکنه و نوع زاویه بسته داره، ما باید با ایجاد یک منفذی در عنبیه مریض این راه مایع رو که اونجا گیر کرده و فشار رو برده بالا رو باز کنیم.
این منفذ باز کردن به وسیله لیزر انجام میشه، کار بسیار ساده ای که در مطب انجام میشه و ما با ایجاد یک سوراخ و یا یک منفذ کوچک در عنبی مریض میتونیم این انسداد مایع رو که اونجا جمع شده راهش رو باز کنیم و فشار مریض میاد پایین، مشکل برطرف میشه. حتی در بعضی از موارد اگر ما به صورت معاینه روتین متوجه بشیم که فردی دارای زاویه بسته هست، حتی اگر هنوز فشار بالا نرفته، خوبه که این کار رو انجام بدیم، لیزر انجام بدیم که جلوی گلاکوما رو بگیریم. به خاطر اینکه ما میدونیم اگر کسی زاویه بسته داره، دیر یا زود دچار حمله گلاکوما خواهد شد. در نتیجه چقدر خوبه که اگر زاویه بسته هست ما این کار رو به صورت پیشگیری انجام بدیم، چون لیزر عوارض زیادی نداره و خیلی کار راحت و سیفی هستش، میتونیم در آفیس انجام بدیم تا جلوی حمله بعدی گلاکوما رو بگیریم. و اما وقتی که زاویه باز هست درمانش فرق میکنه. در بعضی از موارد ما میتونیم درمان رو فقط با یه فشار قطره فشار شروع بکنیم. خیلی از پزشکان معتقد هستن که با توجه به اینکه درمان گلاکوما با قطره‌های فشار میتونه عوارضی داشته باشه، چون میدونیم اون فرد باید تا آخر عمر اون قطره رو بریزه، خوبه که یه مقدار مصرف قطره رو ما به تعویق بندازیم با انجام لیزر، چون لیزر بسیار انجامش ساده هست، یه کاری که در آفیس انجام میشه، درد نداره، ناراحتی نداره و عوارضی نداره. خوبه که با انجام لیزر بتونیم فشار رو بیاریم پایین. اگر که فشار مریض خیلی بالا باشه، ما میدونیم که لیزر به اندازه یه دارو کار میکنه و اگر مریض با فشارش با 3 دارو کنترل هستش، مسلما لیزر نمیتونه به جای 3 دارو کار کنه، میتونه به جای 1 دارو کار بکنه و اضافه افزایش فشار ما میتونیم با داروی دوم و داروی سوم انجام بدیم. ولی متاسفانه اکثر این داروها حتی اگر در سالهای اولیه عوارضی ندن، نهایتاً میتونن به مرحله‌ای برسن که ایجاد عارضه در چشم بکنن، باعث قرمزی، خارش، خشکی چشم و نهایتاً ممکنه که ما مجبور باشیم اقدامات دیگری انجام بدیم، من جمله جراحی‌هایی که وجود داره. خانم دکتر نفیسه هاشمی بینندگان عزیز، جراح و متخصص چشم هستند با فوق تخصصی منحصر به فرد در بیماری‌های عصب چشم. خب دکتر، در خدمتتون هستم برای توضیحات بیشتری که دوست دارید برای بینندگان عزیز ما بدید در خصوص گلاکوما یا آبسیا. بله، در مورد درمان‌ها صحبت می‌کردیم. اگر که فشار مریض رو ما نتونیم با لیزر و قطره‌ها کنترل بکنیم، مرحله بعدی جراحی هست. در حال حاضر یک سری جراحی‌هایی که خیلی باب شده، جراحی‌های مایکرو سرجری هستش که وسایل استنت‌های مختلفی ساخته شده که بسیار کوچیک هستن و اینها در حین عمل جراحی کاتاراکت ما میتونیم این استنت‌ها رو توی زاویه مریض بگذاریم و فشار رو بیاریم پایین. ولی یادتون باشه این استنت‌ها همونطور که خیلی کوچیک هستن، فقط فشار مریض رو به اندازه 2 میلی‌متر جیوه میتونن بیارن پایین و اگر فردی گلاکومای زاویه بازی داره که فشارش خیلی بالا نیست، بوردرلاین یا یکم بالا هست، خب خوبه که حین انجام جراحی کاتاراکت یه استنت هم براش گذاشته بشه. ولی کسایی که گلاکومای بسیار پیشرفته دارن و دارن 2 یا 3 در قطره میگیرن، اینها این استنت‌های کوچیک به دردشون نمیخوره. متاسفانه یکی از بیماران بسیار عزیز من که از سان دیگو میاد من رو میبینه، جراحی کاتاراکت داشته و براش یه استنت کوچیک گذاشتن و میگفت که خب من که جراحی گلاکوما شدم ولی هنوزم دارم 3 قطره میریزم. اون استنت‌ها فقط برای کسایی خوبن که گلاکوما یا آبسیا بسیار ملایم خفیف دارن و به اندازه 2 میلی‌متر جیوه فشار رو میاره پایین. کسی که فشارش به اندازه 10-15 تا بالای نرمال هست برای اون چشم، باید جراحی‌های وسیع‌تری انجام بشه براشون، من جمله گذاشتن شانت‌های چشمی. شانت‌هایی هستن که یک محفظه دارن و اون قسمت یا پلیت بهش میگن در بالای پلک، بالای چشم زیر پلک قرار میگیره و لوله از اون محفظه میاد و در داخل چشم قرار میگیره. موقعی که فشار میره بالا، مایع اضافه از طریق اون لوله‌ای که در داخل چشم هست
مایه رو میبره و به داخل اون محفظه‌ای که زیر پلک در پشت‌تر قرار گرفته و مایه رو خارج میکنه، میبره پشت چشم، مایه رو پخش میکنه. اینها در واقع نوعی از جراحی هستن که میتونن به خوبی فشار رو بیارن پایین. خب جراحیش امتا جراحی کامپلیکیتر تر و سنگین تریه در مقایسه با جراحی دیگه، ولی بهترین جراحی هستش برای کسی که گلاکومای پیشرفته دارن. و همچنین یه جراحی دیگه هم هستن که جراحی سنتی گلاکوماست، بهش میگن ترابکولکتومی، که در واقع یک سوراخی در اسکلرا یا صلبیه مریض، در سفیدی چشم مریض ایجاد میشه و مایه از داخل چشم هدایت میشه به زیر ملتهمه، که اون هم به هر حال عوارض و مشکلات خاص خودش رو داره. ولی گفتن همه اینها برای این هست که شما بدونید که اگر آب سیاه دارید، ما راه‌های بسیاری برای کنترل آب سیاه داریم و مرحله به مرحله اینها رو امتحان می‌کنیم تا اینکه مطمئن بشیم فشار شما کنترل هستش، عصبتون سالمه و چشمتون سالم میمونه. بسیار ممنون. میتونید مراجعه بکنید به هاشمی آیکر با مدیریت خانم دکتر نفیسه هاشمی، جراح و متخصص چشم با فوق تخصص در درمان بیماری‌های عصب چشم. بینندگان عزیز، با شماره 818-387-6565 در 5353 بلبو بولوار در سویت 110. و یادآوری میکنم که بسیاری از بیمه‌های درمانی رو پذیرا هستند و به هر حال انعطاف پذیر هستند در پذیرش شما و کمک رسانی به شما. در دو دقیقه باقی مانده آیا موردی دیگری هست که دوست دارید یادآور بشید دکتر هاشمی عزیز؟ بیمارانی که قطره استفاده میکنن یادشون باشه که مصرف صحیح قطره بسیار اهمیت داره. یکی این که قطره ها رو به موقع و سر ساعت استفاده کنن. گاهن خیلی مهم نیستش که حالا نیم ساعت این بر اون بر بشه، ولی خیلی مهمه که شما این رو در نظر بگیرین. قطره هایی مثل قطره لاتان و پروسالتان و قطره‌هایی که یک بار در شبانه روز استفاده میشه و ما میگیم قبل از خواب استفاده میکنین، اگر که یه شب شما 10 شب بخوابین استفاده کنین و شب دیگه 12، در واقع 2 ساعت هستش که چشمتون قطره نمیگیره. به خاطر این قطره 24 ساعت کار میکنن. اگر قطره‌هایی هستن که 12 ساعته هستن، 2 بار در روز باید استفاده کنین همچنان. و دیگه این که زمانی که شما بیشتر از یه قطره دارین که بریزین توی چشمتون، باید حواستون باشه که بین قطره اول و دوم حتما و اندازه 3 دقیقه باید فاصله بگذارید. بسیار ممنون. سپاسگزارم از اینکه بینندگان عزیز با ما همراه بودید با سری برنامه‌های تقدیمی هاشمی آیکر با وبسایت hashemiaiker.com و شماره 387-6565 با ایریاکود 818. قدر میدونیم حضورتون رو و سپاسگزار. به امید اینکه در برنامه دیگری با شما هم گفتگو باشم. خواهش میکنم. من هم خدمت بینندگان عزیز عرض خداحافظی دارم و امیدوار هستم که تا برنامه دیگر سالم و سلامت و به هر حال آماده باشی تا ما اطلاعات بیشتری رو خدمتتون عرض کنیم. خدا نگهدار. دکتر نفیسه هاشمی، جراح و متخصص چشم با فوق تخصص در تشخیص و درمان بیماری های عصب چشم، مطب فوق تخصصی خود را در شهر انسینو افتتاح کرده است. در هاشمی آیکر ما با پیشرفته ترین تکنولوژی تشخیصی و درمانی آماده پذیرایی از شما هستیم. در هاشمی آیکر انواع بیمه‌های درمانی مدیکر، مدیکال، پی پی او و ایچ ام او پذیرفته می شود. 818-387-6565.